امروز پدر و مادران میبینه همه هم مقامشون فقط مریضی های جسمانی بچه‌شونه. دوستان من، تکبر یک مریضی قلبیه، یک مریضی درونیه. چطور ما از مریضی های بیرونی میترسیم؟ چطور تو بچه‌مون یک خورده‌ای سرماخوردگی میگیره، آبریزش بینی میگیره، یک مریضی خیلی جزئی، چطور تمام اعضای خانواده فکمن میشن؟ چه کار کنیم تا این مریضی های جسمانی دور بشه؟ چرا به فکر دور شدن مریضی های درونی نیستیم؟ تکبر، تفاخر، دیگران رو به چشم حقارت نگاه کردن، چشم هم چشمی ها و رقابت های ناسالم، اینا بزرگترین بیماریه. چرا به فکر این اصلاح این بیماری نیستیم؟ حسد بیماریه. نمیتونیم نعمت دیگران رو تحمل کنیم، آرزو میکنیم خدا نعمت رو ازشون بگیره، همیشه به فکر اینیم که دیگران تخریب بشن. این حسده، این مریضی بسیار خطرناکی. اولین گناه تو آسمان ها حسد بود، ابلیس با آدم حسد کرد. اولین گناه تو زمین حسده. بابیل نسبت به حابیل حسد کرد. چرا حسد و بیماری نمیفهمیم؟ چرا برای دور شدن اینو مهلک نمیدونیم؟ چرا برای دور شدن این بیماری فکر نمی کنیم؟ ریا مرضه، ریا معادل شرکه. من سلا یرایی فقط اشرک، کسی که نماز طولانی برای رضایت مردم میخونه مریضه، مریضی قلبی داره، مریضی روحی داره. این غیر خدا رو در عزت با خدا شریک کرده، فکر کرده مردم عزت میدن، فکر کرده مردم خوشی میدن، راحتی میدن، و خوشی رو از مردم میخواد، عزت رو از مردم میخواد، نفع رو از مردم میخواد، حال اینکه موعظ خداست، نافع خداست. یک مریضیه. اسراف یک مریضیه. تبذیر یک مریضیه. شهوت یک مریضیه. غضب نابجا، خشم نابجا یک مریضی قلبیه. چرا برای مریضی قلبی فکر نمیکنیم؟ چرا اینا ما را آشفته نمی کنه؟ چرا اینا ما را نگران نمی کنه؟ چرا به فکر اصلاح اینا نمیشیم؟ صحابه دقیقا برعکس ما بودن. همینقدر که ما از مریضی های جسمی میترسیم، صحابه همینطور از مریضی های چی میترسیدن؟ قلبی میترسیدن. مریضی هایی که در اعماق وجود انسان میاد. حضرت عمر رو گفتن سوار این اسب عربی بشو، برای این سفرهای دیپلماسی و برای مذاکرات سیاسی که میری یک اسب نجیب عرب با خودت ببر. سوار اسب که میشد فوری میپرید پایین. چی شد؟ میترسم این در من عجب بیاره. ان الله لا يحب المستكبرين، محبت خدا رو از من بگیره. من كان في قلبه مثقال ذره من الكبر لا يدخل الجنه من كان في قلبه. کس که یک ذره در قلبش تکبر باشه جنت بر او حرامه. من نمیخوام از جنت با یک عجبی محروم بشم. این مواظب قلبشه. ابو طلحه داخل باغش نماز میخونه، یک ذره متوجه میشه که چه تو نمازش سهوی میاد، چون یک پرنده ای رو میبینه که تو شاخ و برگا گیر کرده و باغش هم پر میوه است. هر کشاورزی از دیدن باغ پر میوهش لذت میبره نیست؟ تو نماز مشغول اینا میشه، مینه غفلت اومد. غفلت یک بیماری برای دله. چرا غافل بشم؟ غیرت دینیش به جوش میاد، تمام باغ رو در راه خدا صدقه میکنه. حنزله تو خانشه، یک لحظه میبینه قلبش غافل شد، اون کیفیت قلبی که قبلا تو مجلس رسول الله داشت اینجا نداره، فورا از خونه میذاره بیرون بیخرار. مثل من و شما میریم گاهی وقتا چکاپ میکنیم، خدا نکنه به ما بگن کلسترول نمیدونم خونت یکم پایین تره، نمیدونم فلان مهرت یکم کجه، اون روز دیگه آرام نداریم. چی شده؟ از همین الان به فکر کفن میشیم و از همین الان به فکر تابوت میشیم و از همین الان مرثیه خوانی شروع میشه. چی شده؟ تمام من که دیگه تمامم دیگه، تمام زندگی ماتم میشه. خودم چکاپ میکنم هر چند وقت یک مرتبه، چطوری ام الان، کجا ام کارم. این مریضی های جسمانی برای ما مهم شده. پول هزینه میکنیم، وقت صرف میکنیم تا این مریضی های جسمانی رو علاج کنیم، اما به فکر دور شدن مریضی های درونی که از درون ما رو داره تخریب میکنه به فکر اینا نیستیم. بر همین مولانا میگه بر دل عاقل هزاران غم بود، گر زباق دل خلالی کم بود. خلال میدونید به چی میگن؟ چوبایی که دندونا رو باشون بعد از غذا تمیز میکنه. میگه اگر عاقل، عاقل اون کسیه که از باغ دلش، نه این باغ بیرون، نه این سرسبزه این عالم، اگر از اون باغ دلش یک ذره برابر یک خلال کم بشه، هزاران غم بر اون مستولی میشه. دلم اینطوری شد،
چرا دلم اینطوری شد؟ چرا غفلت آمد؟ چرا حسد آمد؟ چرا تکبر آمد؟ چرا نمیدونم ریا آمد؟ چرا این مرض آمد؟ یالا من از این مرضا نجات بده. تنش میلرزه. این نشانه عاقله.